Assalomu alaykum binandagoni aziz, инак нашри навбатии бахши хабарии паёми рӯз аз тариқи телевизиони Сух манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Санҷарбек Зархорҷонов. Имрӯз 30 июн рӯзи ҷавонон мебошад ва ба ин муносибат мо ҳама ҷавонони ояндасози кишварамонро табрик намуда таманно дорем ки онҳо дар оянда қуллаҳои баландро забт намуда барои рушди равнақи ватани азизамон ҳиссаи барҷаста мегузоранд. امروز هنگامی حرف زدن آید آزادی بیان و فعالیت واسطه های اخباری عمومی باید گفت که واقعیت زندگی نشان می دهد که این ساحه جزی جدا نشونده دموکراتی است. به عباره دیگر گویم آزادی سخن این کفالت دموکراتی می باشد. خوش آزادی سخن گفته چرا می فهمیم؟ کی می تواند ژورنالیستی کامل شود؟ جواب این دو سوال در گزارش اولین مخبرمان. در سالهای 2016-2023 شماره واسطه های اخباری عمومی به قید گرفته شده در ازبکستان 41% افزایش یافته است. اگر سال 2016 در کشور ما 1514 وسایت اخباری عمومی به قید گرفته شده باشد، تا سال 2023 این رقم به 2140 عدد رسید. از جمله تعداد مجله های ثبت نام شده دو برابر و نشریه های اینترنتی 88% افزایش یافتند. در نوحی سوخ یک گازیته، یک تلویزیون و یک نشر اینترنتی فعالیت میبرد. در دوامی سالهای آخر ساعت برنامه های تلویزیونی سوخ زیاد شده. امروز برنامه های این شبکه تلویزیونی که در ازبکستان یگانه شبکه تاجیکی دولتی به شمار می رود، در تمام ولایت های وادی و حتی در بعضی شهر و ناحیه های جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان نیز پخش می گردد. از بس که هدف ما دیگر است، به نقل معلومات استاتیستیکی آید واسطه های اخبار عمومی اکتفا کرده درباره آزادی سخن چند سخن می کنیم. ضمن اندیشه درباره آزادی بیان باید به دوره نظر کرد که سیاست اخباری و شفافیت در کشور سر به بالا کشیده است. در دوام 6 سال اخیر واقعا هم در این سمت کارهای نظررس انجام داده شدند. در تبدیل دادن واسطه های اخبار عمومی به حاکمیت چهارم واقعی قدم های استوار گذاشته شد. اما نظر به اندیشه کارشناسان، آزادی سخن آن نیست که هر کی هر چی میتواند بگوید. خوش آزادی سخن گفته چرا میفهمیم؟ برای من آزادی سخن این چی است؟ اصلا همه گونه آزادی این احترام قانون و رعایه قانون است. البته در مردم ما میگن زبان یک لخم گوشت است، نه آن که هر چیزی که دل ما کشد میگویم، بلکه آن چیزی را باید ما بگوییم، آن چیزی را باید به معرض تماشا گذاریم، آن چیزی را باید در صفحه های روزنامه و مجله ها، در اکران های تلویزیون و امواج رادیو باید گذاریم که برای انسان منفعت داشته باشد. اگر هر یک اخبار، هر یک خبر، هر یک سخن که به منفعت انسان نیست، من فکر میکنم اینجا نه آزادی سخن بلکه سوء استفاده از سخن است. چون که یک سخن میتواند آدم را زنده کند، یک سخن می تواند با آدم بال و پر بخشد، یک سخن می تواند دو نفری با همدیگر دشمن را به دوست تبدیل دهد و یک سخن می تواند آبادی را ویران کند، باور را شکند، یک سخن می تواند دو دوست و برادر را از همدیگر جدا کند. مسئولیت ژورنالیست، مسئولیت آنهایی که امروز و خواه خصوصی باشد خواه دولتی، حق و حقوق برآمد کردن گفتن داده شده است، در برابر این حق و حقوق مسئولیت میستد. باز تکرار میکنم، این همان مسئولیتی که سخن ما باید سازنده باشد نه سوزنده. آزادی سخن، باز تکرار میکنم، این پیش از همه آزادی سخن این احترام قانون است. وقتی که سخنی که ما میگوییم به شخصیت یک نفر نرسد، حق و حقوق نفر دیگر را زیر خطر نگذارد، این است آزادی سخن. هر چیزی که به زبان می آید، این برای آدم عاقل، برای آدم صاحب معلومات و خصوصا برای ژورنالیست که وی ژورنالیست این هم عالم است، هم مهندس است، این هم سیاستمدار است، هم صنعتکار است، هم سخنور است. برای این خیلی شخصیت، یعنی ژورنالیست،
عموماً ممکن نیست که حرف بی تأمل، حرف ناسنجیده، فکت ناسنجیده را گوید و در پشت پناه آن که گویا آزادی سخن است. باز میگم آزادی انسان از آزادی انسان سر می شود. مثلا من تا آن درجه آزاد هستم که به آزادی و حقوق و دخل ناپذیری شما دخالت نکنم. اگر که دخالت کردم این علاقه آزادی نیست، این علاقه تجاوز است، این علاقه اگریسی است. سخن هم همین است. واقعا جورنالیست باید خالص باشد و هر یک سخنی او پیش از همه به منفیت خلق و وطن نگرانده شود. از همه مهمش آن است که جورنالیست باید هنگامی اماده ساختن گزارش یا گزارانیدن پرسیش جورنالیستی پیش از همه فکری دو جانب را آموزد و خلاصه آن را به مردم حواله کند. در اینجا با سؤال به وجود می آید، برای جورنالیست موفق شدن چی باید کرد؟ برای جورنالیست شدن شرط اول زبان آموختن. اگر شما به زبان ازبکی میگید باید مکمل دانی زبان، به زبان تاجیکی یا به زبان روسی، به زبان انگلیسی. من امروز همون اون نوگانی های ساز برای ژورنالیست های امروز آموختن زبان های خارجی و به ارینا به صحنه دنیا برآمدن، بس است که ما در یک دایره خود باشیم. باید برویم همون یک ژورنالیست مشهور آمریکایی یا ژورنالیست و از ما چی برتریت دارد. ما هم باید برویم، لیکن برای این اولین شرط آموختن زبان، زبان مادری، زبان مطبوعات. دومین شرط مطالعه. باید کتاب خوانیم و از اوضاع جهان باید باخبر باشیم. میدونید ژورنالیست یک کسب یک ساحه نیست. امروز شما با یک نفر طبیب میخورید صحبت میکنید، پگاه با یک نفر اکادمیک، بعد پگاه با یک نفر دهقان، با یک نفر چوپان. تمام ساحه های خواجگی خلق ژورنالیست در بر میگیرد و ما وظیفه داریم که من امروز به سبب نیست که ژورنالیست های حرفه ای هستند، یک ژورنالیست هست، ژورنالیست هست که و واقعا زمان همین طلب کرده، امروز طلب میکند و فقط برای ساحه خواجگی قشلاق، کشاورزی، چارواداری یا طب و طبابت که و متخصص همون ساحه است، یا اقتصادی یا سیاست یا اینکه حقوق. باید اکنون که امروز در بعضی واسطه های اخبار عمومی امکان این نیست، امکان اینقدر متخصص صاحب صلاحیت جلب کردن کار فرمودن نیست، لیکن ما ژورنالیست نه هستیم، ما باید همه ساحه دانیم، الف بای هر یک ساحه باید آموزیم. پیش از یک دهقان که صحبت کردن ما باید اقلا دانیم که با یک هکتار زمین چند تن کرچکا میکارن، کی کاشته میشود، من در مثال سوخت گفته سادیم، کی آبیاری میکنن، کی کلان میکنن. باید ژورنالیست این چیزها رو حداقل داند. طبابت، طبیات رفتنی باید داند که این چی از خودش. بغیر از این برای هر یک ساحه قانون کنستوسی، قانون اساسی ازبکستان، زیر قانون هایی که دار با هر یک ساحه برآورده. بغیر از این من به اونایی که ژورنالیست شدن میخواهند و بگذار شوند، آرزو میکنیم که از جوانان ما ژورنالیستان مشهوری جهانی برایند، ژورنالیستان بین المللی برایند. دیگر چیز، ما باید هر روز از واسطه های اخبار عمومی هم رسمی هم غیر رسمی ازبکستان و جهان بخبر باشیم. دنیا را ندانسته، واقعیت را ندانسته یک چیز گفتن آدم فقط به شرمندگی میبرد. خلاص، واقعا هم کتاب خزینه بی انتهاست و انسان را مطالعه آن البته در حیات موفق میسازد. ژورنالیستی که بسیار کتاب خونده است و جستجو کرده است البته قله های بلند این ساحه را فتح میکند. باید سخن گوییم بدون مطالعه کتاب ژورنالیست هم نمیتواند موفق شود. واقعا کتاب کلید علم و دانش است. آلیمان باز یک جهت فایدناکی کتاب را معین کردند. در آنهایی که کتاب میخوانند نشانه های استرس و افسردگی کمتر بودند و در کنسنتراسیه، یعنی با یک جا جمع نمودن دقت، نشانه های خوب قید گردید.
دانشمندان دانشگاه های اوارویک و کمبریج و مرکز تحقیقات چین جنبه نوی سودمند کتابخانه برای کودکان را توصیف کردند. معین شده است افرادی که در کودکی با شوق زیاد کتاب میخواند در سنجش های معرفتی نتیجه های بهتر به دست میآورد و در آینده سلامتی روحی بهتر میشود. در تحقیقات زیاده از 10,000 نورسان در شتات های متحده امریکا شرکت ورزیدند. 48% آنها تجربه مطالعه کتاب داشتند یا از کودکی به آن شروع کردند. نصف دیگرش از 3 تا 10 سال به مطالعه کتاب عادت کردند. محققان معلومات سوبیکت ها از جمله مصاحبه های کلینیکی، سنجش های معرفتی، اجرای کوگنیتیوی و رفتار را تحلیل کردند و سکن های مغزی سر گذرانیدند. تحلیل ها نشان دادند که کودکانی که از خردی کتاب میخواندند خاطره و نطق انکشاف مییابد. علاوه بر این گفته میشود که کودکانی که از خردی کتاب میخوانند وقتی کمتر را برای تماشای تلویزیون و استفاده سمارت فون یا پلانشت صرف میکنند. کتاب پر قیمتترین پدیده فرهنگی است. کلی آدمان با معرفت کتاب را چون سرچشمه بی‌بها می‌حسابند. درباره کتاب شعرهای زیاد گفتند. از جمله بهترین یاری وفادار کتاب است کتاب، یاری بی زحمت و بی آزار کتاب است کتاب. قهرمان گزارش نوبتی ما در نتیجه مطالعه کتاب موفق شده است و امروز در دانشگاه دولتی فرغانه در فکولته فیلولوژی تحصیل می کند. او در میدان شریعت امروز استوارانه قدم می گذارد. در روز جوانان ما خواستیم آید این جوان ایجادکار گزارش آماده سازیم. در جواب این سوال هر شاعر نظری خاصی خود را دارد. هر محقق و منقید نظری خود را پیشکش می کند. این به آن معنا نیست که گویا شعر تعریفی مشخص و کنکریت نداشته باشد. شعر تعریفی مشخص دارد البته، اما به اندیشه قهرمان لوحه ما شعر این محصول درد شاعر است. زاهدجان میلبایف ساکن محله قلچی ناحیه سوخ می باشد. از خردی مشق شعر می کند. من دانشجوی دانشگاه دولتی فرغانه می باشم. در فکولتت فیلولوژی در کورس سیوم می خوانم. از خردسالی شعر می نویسم. بسیار شعرهایم در زبان ازبکی می باشد. در زبان تاجیکی هم بسیار شعرها نویستم. برای در زبان تاجیکی شعر نویشتن البته بحر عروض را مکمل دانستن لازم است. حالا از پای آموختن همین وزن عروض می باشم. علامه اقبال می گوید که شعر را اگر مقصود آدمگری است، شاعری هم وارث پیغمبری است. واقعا شاعری انعام است خدا داد و نه هر عالم و عارف و ادبیاتشناس و زبانشناس از این انعام خداوند بهره‌ور می شود. به زاهدجان میلبایف خداوند این استعداد را انعام کرده است. زاهدجان می گوید که در تاجیکی برای نوشتن شعر امروز سعی و تلاش دارد. برای شعر خوب در این زبان آفریدن سر و اسرار وزن عروض را باید دانست. از این جهت امروز برای آموختن وزن عروض مشغول است. اما در ازبکی اللکی موفق شده است. سین بارسن باشکینم اگلمس وطن، سین بارسن قدم هم بکلمس وطن، سین بارسن یپراغم توکلمس وطن، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. قلبم نو تولدرب تورده غرور، قدم نو تیک توتب یورمن مغرور. سین بارسن یورگم غم بلمی ارور، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. یاشلیگم اتکندر ادرلرینده، چچکلر هیده بار اترلرینده، آنم مهر بار نان فترلرینده، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. سین بارسن سوزلرم روان و بررا، باغی ایلن ماخته حتی چول صحرا. کرک بولس سینگه بولین کبرا، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. من اوچون سمرقند شاشلرین سویوگ، تویلرده پلاو و آشلرین سویوگ، حتی که تاغدگی تاشلرین سویوگ، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. مختنی میل بر مهرم نه ایتب، اوزگه یورتده هیچ هم یورمی من دیدب، حجدن اوی آلسم هم کلمن قیتب، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. وطن دبان نگه قلبم جوشمسن، وطنم چراغین هیچ هم اوچمسن، وطنم بیراغین ککتن توشمسن، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم. سنگه صادق بولماق من اوچون احتر، سنده یشب اولماق من اوچون بختر، باغرینگدگی قبر من اوچون تختر، وطنم من سینسیز هیچ کم، من هیچ کم.
زاهدجان میگوید که امروز در ازبکستان به جوانان توجه زیاد ظاهر میگردد. اعلان شدن 30 ایون همچون روز جوانان و به طور وسیع جشن گرفته شدن این سنه دلیل گفته های ماست. زاهدجان میخواهد از امکانیت و امتیازهای دولت فراهم آورده ثمرناک استفاده برده بعد ختم دانشگاه تحصیل را در مگیستراتورا نیز دوام دهد. ما در جاده علم و ایجاد به شاعر نوقلم پروازهای بلند ایجادی تمنا داریم. طوری که خبر داده بودیم روز عید قربان بنای نو مسجد خواجه ابوالقاسم واقع در محله آبیشیر مورد استفاده قرار گرفت. دیروز در این موضع برای مردم دستورخوان آراسته شد و از آن آیله های احتیاجمند را نیز بهره مند کردند. موضوع را دوام می‌دهیم. ساختمان مسجدها یک عمل مهم خیریه و راه بزرگ فایده به جامعه است. پاداش ساختن مسجدها حتی برای کسانی است که در ساختمان با سازی و تجهیزانیدن مسجدها برای نمازگزاران شرکت میکند. این یکی از بهترین عملهای عدالت و احسان است و آفریدگار برای هر که در این کار خیر شرکت کند اجر بزرگ وعده کرده است. میگویند اهل ذکر نه تنها آنهایی که آن را میسازند بلکه آنهایی که دانش را در دیوار مسجدها نگاه میدارند برای سهم خود پاداش میگیرند. میتوان گفت که در دوام 6 سال اخیر در کشور ما موری مسجدهای جامع خیلی افسود. آواز مؤذنان را در دهات و شهر اکنون به ملال میشنویم که پیشتر بلند خواندن از آن حتی منع شده بود. مسجد جامع خواجه ابوالقاسم در دهه آبیشیر جایگیر شده توسط حشر و دستگیری مردم دهه بینای نو و زمانوی در اینجا برپا کرده شد. آنهایی که امروز از این جای مقدس دیدن میکنند به صفت کارهای انجام داده شده که با رعایت سنت ها و نازکی های معماری ملی اجرا شده تجسمگر آمیزش ماهرانه ارزش های ملی و سنت های دینی می باشند بهای بلند می دهند. برای مردم دهه آیله های احتیاجمند و آنهایی که در بنیاد مسجد جامع سهم گذاشتند ضیافت آراسته شد. در چوربینی از پیران روزگار دست به دعا برداشته گفتند که در کشور ما صلح و امنیت همیشه برقرار باشد، زیرا تنها در سرزمین تنج و آسایشته این گونه بناهای با حشمت را برپا کردن ممکن است. خداگ شکر قربان حیاتده شکری خداوند که این مسجد نو به ما در روز عید قربان تحفه ایدان شد. این همه نتیجه صلح و امنیت در مملکت ما می باشد. از فرصت استفاده برده مردم ازبکستان و مسلمانان جهان را به عید قربان تبریک می گویم. شو حیات بیرام منان تبریک لایمز. با آنهایی که برای بنیاد مسجد سهم گذاشتن عرض منتداری کردم و خصوصا مهنت و زحمت یکی از صاحبکاران تشبسکار نومانجان کریمف علاهیده اعتراف کرده شد. می توان گفت که سالهای آخر برای برقرار نمودن و رشد ارزش های ملی و دینی ما در کشورمان توجه زیاد داده می شود. بنیاد این بنای نوی مسجد جامع خواجه ابوالقاسم نیز دلیل گفته های ماست. در آخر چوربینی آنهایی که در بنیاد مسجد سهم گذاشتند تقدیرانیده شدند. بینندگان عزیز، بخشی خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد و در این صحیفه خبرهای مهمترین و آخرین روز کشورمان جای گرفته است. توجه کنید. کارمندان گمرک روسیه از بین بنانهایی که به ازبکستان فرستاده می شد 50 کیلوگرم کاکائین یافتند. ماده گیاهوندی را در بین بنانهایی که از آفریقا توسط کشورهای اروپا به ازبکستان آورده می شد پنهان کردند. آید این مسئله پرونده جنایی باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. با افتخار روز جوانان که 30 ایون تجلیل شد، ساکنان و مهمانان پایتخت از افتوبوس ها رایگان یعنی بیپول استفاده بردند. طوری از حکومت پایتخت خبر دادند به شهروندان از 14 تا 30 ساله امکانی رایگان سفر کردن داده شده است. اینچنین حکومت تاشکند جوانان را به چوربینی های ایدانه که در شهر برگزار شد دعوت نمود. روزهای نزدیک در سراسر کشور به طور الهاگی 1000 چنین کامیراهای مخصوص نصب کرده می شوند. این یاری می رساند که شخصانی را که به طبیعت ضرر می رسانند در سری وقت آشکار کرده سری وقت چاره ها دیده شوند. از این رو هوشیار باشید. اکنون هر وضعیتی که با طبیعت و محیط زیست روی می دهد توسط کامیراها نظارت کرده می شود. با گفته عبدالولی خالقوف مسئول وزارت تحصیلات عالی، شکل تحصیلی غایبانه حالا خود را صفه نمی کند. این شکل تعلیم تدریجا به تعلیم فاسدوی می گذرد. شما تنها باید به آن از جهت تکنیکی آماده باشید. اینترنت باید خوب باشد. شاید بعد 3 سال شاید 5 سال ما از تحصیلی پوره غایبانه دست می کشیم، گفت او. همدیاران عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز تلویزیونی صبح و در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.